درود بر هم میهنان عزیز، امروز چهارشنبه 17 دی با خلاصه اخبار و توده در خدمت شما هستم. مایک پومپئو در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه آمریکا در سالگرد حذف قاسم سلیمانی عنوان کرد، آنها دوباره آخر هفته توییت کردند: جمهوری اسلامی بیش از 40 سال است که اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کند. آمریکا آماده است و در 4 سال گذشته همیشه آماده بوده است. ما آمریکا را در موقعیت درستی قرار داده‌ایم تا ایرانی‌ها بفهمند که تهدید کردن ایده بدی است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده مبلغ 7 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به صندوقی برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم بین‌المللی مورد حمایت حکومت‌ها می‌پردازد. حکومت کمونیستی چین به بهانه عدم تایید ویزای نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از ورود این افراد که قصد بررسی منشأ کرونا ویروس را داشتند ممانعت کرد. این در حالی است که برخی از این افراد در پرواز به سمت چین بودند. پرزیدنت ترامپ مجدداً در توییتی نوشت اگر مایک پنس برای ما اقدام کند، وی می‌تواند نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد. بسیاری قانونگذاران در ایالات کلیدی می‌خواهند نتایج الکترال تایید شده ایالتشان لغو شود. مایک می‌تواند آن را انجام دهد. رافائل وارناک نامزد حزب دموکرات در ایالت جورجیا بر رقیب جمهوری‌خواهش پیروز شد. رقابت بسیار نزدیک بر سر تنها کرسی باقی‌مانده این ایالت در سنا بین نامزد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در جریان است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط رژیم ایران به معنای خروج از برجام است. سخنان مشاور نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستان خود را نه یک هماهنگ کننده امور در ارتباط با عراق بلکه مسئول داخلی عراق می‌دانست، با موجی از خشم هواداران رژیم ایران در این کشور روبرو شد. ورنون جونز نماینده دموکرات ایالت جورجیا در توییترش اعلام کرد به طور رسمی به حزب جمهوری‌خواه پیوسته است. وی نوشت اکنون حزب جمهوری‌خواه از هم گسسته و بیش از هر موقع دیگری به رهبرانی نیاز دارد که جنگیدن را بلد باشند. من جنگیدن را بلدم.